با درود به بینندگان خوب تلویزیون پارس، عسل پهلوان هستم و دقایق رو با شما بینندگان خوب تلویزیون خواهم بود. امیدوارم در هر کجای دنیا که هستید سلامت باشید و پایدار، و امیدوارم که هرچه زودتر صلح جهانی واقعا به دنیا برگرده و همینطور در مملکت ما ایران دیگر آخوندی نباشه و این همه مشکلات، و میبینیم که چه اتفاقاتی در مملکت ما میفته. و شما در سال پیش در این روزها یاد دارید که جوانان ما رو به چه صورت بهشون تیراندازی میکردن و کودک کشی یکی از خصوصیت‌های حکومت جمهوری اسلامی است. ولی در آغاز بگذارید با نمیتونم نگم، از اونجایی که از خانواده مطبوعات هستم، مرگ آقای مهرجویی و همسرشون رو اینجا بهش اشاره نکنم. آقای مهرجویی همونطور که میدونید متولد 17 آذر 1318 بود و در 22 مهر ماه 1402 با ضربات چاقو در کنار همسرشون کشته میشه. آقای مهرجویی فیلمساز، نویسنده و در واقع باید بگم رمان نویس و مترجم بودن. فیلم های متعددی رو ساختن و همگی با آثار ایشون آشنا هستید. گاو یکی از آثار اولیه آقای مهرجویی که قدم در سینما گذاشت، با فیلمنامه های از غلام حسین ساعدی و در این زمینه شروع به فعالیت کردند و یکی از بهترین کارگردان های ما بودند و متاسفانه کشته شدند. اخیراً در همین روزها یکی از بریده ای از یک مستندی که بی بی سی ساخته و امروز در فضای مجازی بسیار دیده میشه، دوست داشتم با یاد آقای مهرجویی و همسرشون که به ناحق با ضربات چاقو کشته شدند، این در اینجا بریم اینو نگاه کنیم و بعد اشاره دارم به گفت در همین زمینه در مورد پیام شاهزاده رضا پهلوی و دیگر عزیزان. بریم کجا بریم؟ رو سریت بخوام بردارم. نه رو سریت رو بردار دیگه، بلش کن. نمیتونم، من هنوز عادت نکردم، 40 رو کلمه بردارم. بابا میدونم میخوام بندازیم رو سر این. پاشو بریم، پاشو پاشو بیا. میترسم. نه ترس، بیا دیگه، تموم شد، رو سری تموم شد، بیا. واقعا این کار رو بکنیم؟ آره نیاخش خیاب چند کشگره خیلی نازه بدون یه انگور. آه چی موهای خوشگلی داری تو. آه بیا بذار قیافهش معلوم شه، بذار قشنگ سرش کنی، سردش هم نمیشه. عزیزم چه کاری کردی؟ آه خوشگله. بله بینندگان عزیز، در ایران اعلام 3 عزای عمومی رو اعلام کردند و در همین زمینه شاهزاده رضا پهلوی گفتن که با به قتل داریوش مهرجویی و وحید مهدی فر اشاره کردن، این دارای نشانه های قتل های حکومتی است. و پس از مرگ مشکوک دیگر کارگردان هایی که بوده، شاهزاده رضا پهلوی اشاره می کنند که این هم جزوی از قتل های
حکومتی است. در همین زمینه آقای خانم نسرین ستوده هم صحبتی کردن، گفتن که این خبر در حافظه تاریخی هر ایرانی یادآور قتل داریوش فروهر به همسرشه. علی کریمی هم در صفحه اینستاگرام خودشون گفتن عوضش امنیت داریم. آقای پرویز صیاد عکسی رو منتشر میکنه از در کنار داریوش مهرجویی و یاد داریوش مهرجویی رو گرامی میداره. و همینطور در صفحه خانم نیکی کریمی از ایران نوشته رو گذاشتن روی صفحشون که آخر نوشته آقای مهرجویی بوده و اون در این نامه‌ای که داریوش مهرجویی نوشته بوده نوشته آقای علی دایی عزیز و علی کریمی عزیز و خانم الناز عزیز، قهرمانان ورزش ایران زمین، شهامت شما در همراهی با مردم و خواسته های به حق زنان را می ستایم و به همه هموطنان داغدار فاجعه کشتار نوجوانان و جوانان بیگناه را تسلیت عرض می کنم. ممنون از همه شما قهرمانان و درود بش بر شما باد، هم صدا و همراه شما داریوش مهرجویی. و همونطور که گفتم علی کریمی می نویسد عوضش امنیت داریم. نگاه کنید به این ویدیو. امنیت نباشه هیچی نیست. اگر امنیت نباشه خیلی چیزا پشت سرش نیست. چرا همه چیز امنیتی میکنیم توی این مملکت؟ انگار فقط آقایون از امنیت سر در میارن. کسانی که امنیت ملی رو تهدید میکنن دشمن ملتن. هر گونه ناامنی در کشور و هر گونه به خطر انداختن امنیت مردم، امنیت جامعه، طبیعتاً هزینه‌اش هزینه سنگینی خواهد بود. آقایون هر مخالفت سیاسی را میبرنش توی جرم امنیتی، مسئله را امنیتی میکنن، باهاش برخورد امنیتی میکنن، میگن اصلاً چیزی به نام جرم سیاسی ما این 42 سال اصلا اتفاق نیفتاده باشه. امنیت همه چیزه کشور. نیروهای مسلح امنیت ساز باید به نیروهای مسلح از جهات مختلف رسیدگی کرد. تنها چیزی که در کشور ما وجود نداره امنیت هستش و همینطور که میدونید همسر آقای مهرجویی اعلام کرده بود که یک روز درست دو روز قبلش در اینستاگرام خودش نوشته بودن که یک شخصی ایشون رو تهدید کرده با چاقو و پشت پنجره و چاقو نشون داده و متاسفانه حتی یک کامیونیتی هستش که گیت داره و همه چی داره، ولی در کشور ما اصلا و ابدا امنیت وجود نداره و ببینید که چه بلایی بر سر بهترین کارگردان ما آورده. همونطور که شاهزاده اشاره میکنه، شاهزاده رضا پهلوی اشاره میکنه، این قتل حکومتی است و قتل های زنجیره ای رو به یاد میاره که مبادا حافظه تاریخی ما فراموشی باشه درش و یادمون باشه که حکومت جمهوری اسلامی چقدر نویسندگان و هنرمندان ما رو در این قتل‌های زنجیره‌ای کشت و گویا این داره تکرار میشه. این دومین کارگردانی که به صورت کشته میشه و همونطور که خانم سوزن میگن یادآور واقعا داریوش فروهر و پروانه فروهر. به ادامه برنامه بپردازم و یادی بکنم از کشته شدگان خیزش زن زندگی آزادی در 1401. در همین جا یادی بکنیم از حسین جزی 21 ساله که در ایشون رو بازداشت میکنن و به زندان میندازن و در زندان میدونید که در جریان زندان اوین و آتش سوزی او کشته میشه. او حسین جزی نام داشت. محمد عبداللهی رو باید یاد کنیم ازش، 36 ساله، سید فرهاد حسینی که بر اثر شلیک در 23 مهر ماه کشته میشه. و محمد عبداللهی در که 36 سالش داشت در زیر شکنجه ماموران امنیتی کشته میشه. او اهل
ایلام بود. در طی 31 شهریور اگر حساب کنیم تا 25 که امروز هستش، 25 مهر، در سال پیش حدود 224 نفر رو که اسمشون هست رو کشتند و این کشتار ادامه داره که مطمئنن و متاسفم که این جوانان رو ما از دست دادیم. رژیم خونخوار جمهوری اسلامی جوانان ما رو چه در زندان، چه بیرون از زندان، چه با ضربات باتوم کشت. دوست دارم در این قسمت از برنامه یادی بکنم از نسیم صدقی، که نسیم صدقی هم دختر جوانی بود که فقط 23 سال داشت و در خیزش زن، زندگی، آزادی کشته میشه. یادش گرامی باد. نمیبخشیم و نه فراموش میکنیم. پس میدم تو رو به جاده های صاف، پس میدم ات برو با لاله ها بخواب، پس میدم ات دما به لحظه های خوب، پس میدم ات برو واسه خودت بمون، پس میدم تو رو دار و ندار من، این شعر کافیه اینجا برای من، پس میدم ولی دنبال من بگرد. تداوم بازداشت خانواده های دادخواه. همونطور که میدونید، خب میدونید که پدر پویا منوچهر بختیاری، خانم ناهید شیرپیش، مادر کیانوش و همینطور دیگر مادر پدران دادخواه که در زندان هستند. همینطور باید اشاره بکنم به تداوم بازداشت ماشالله کرمی در سلول انفرادی در بازداشتگاه اطلاعات سپاه. ماشالله کرمی پدر محمد مهدی کرمی است، از جان باختگان خیزش زن، زندگی، آزادی، که 45 روز، بیش از 45 روز هستش که بازداشت شده و در سلول انفرادی به سر میبره. آقای ماشالله کرمی فرزندشون رو اعدام کردن. یادی بکنیم از ایشون قبل از بازداشت که مدال‌های فرزندش رو نشون میده، فرزندی که به ناحق اعدام شدش، و یادش در همینجا گرامی باد. نمیبخشیم و فراموش میکنیم. درود میفرستم به تمام ملت ایران. امیدوارم حال دلتون خوب باشه. حقیقتا این مدت ما مشغول عزاداری مهدی بودیم، سرمون شلوغ بود و همچنان هست. خواستم از مربیای مهدی تشکر کنم، از آقای رحیمی مربی پایه و زحمتکش مهدی و مربیای لیگ برترش آقای سینا کرمی، آقای جعفری، آقای یاری، مربی ملی آقای احمدی، از همشون تشکر میکنم که تو این مدت 11-12 سال خیلی برای مهدی زحمت کشیدن، دست گلشون در نکنه. و همچنان یه سری مسابقات خارج از کشور به نام مهدی و بچه اونجا برگزار کرد. مهدی کرمی که قهرمان کاراته بود و ببینید که چقدر مدال گرفته بود و او فقط 21 سال داشت. برادرش در همین روزا که پدر در زندانه یک ویدیوی گذاشته به یاد برادرش، که با هم نگاه میکنیم. بینندگان عزیز، مطمئن هستم که این ویدیویی که الان میخوام پخش کنم رو دیدید. ویدیویی از فاطمه سپری، بانویی که واقعا به شجاعتش، به استقامتش، به بردباریش،
به اینکه ایستاده تا پایان باید افتخار کرد. زن مبارزی که در تخت بیمارستان نشسته و بعد از یک عمل قلب باز که او رو به زندان میبرند و بعد حالش بد میشه و دوباره میاد بیرون، این شجاعت، این استقامتش رو واقعا ستودنی است. سلام همینم، امروز 24 مهر و من از بیمارستان قائم دارم این پیام رو میدم. سال گذشته 30 شهریور عمال جمهوری اسلامی به خانه من اومدن و منو بازداشت کردن. 33 روز اطلاعات بودم در انفرادی، 24 ساعت بیمارستان امام رضا و 2 آبان منو منتقل زندان وکیل آباد کردن. در این 13 ماهی که من در زندان و اطلاعات بودم بسیار اذیت شدم و روند درمان دستم که باید اول آذر بهداری زندان نامه داد برای اقدامش، انقدر تأخیر انداختن که شد 10 اردیبهشت برای عمل دستم. 10 روز بیمارستان بودم و بلافاصله منتقل زندان شدم و در این مدت بعداً توضیح خواهم داد که بسیار فشارهای روانی زیادی بر من وارد کردن و روزی که حال من بد شد 5 مهر بود که منتقل بیمارستان قائم شدم و تشخیص دکتر اول آنژیو بود. فرداش که منو بردن برای آنژیو، همون لحظه 2 برادرام حسین و محمد رو بازداشت کردن و هنوز بازداشتن و من قلبمو که عمل کردم و آنژیو شدم گفتم باید قلب باز عمل بشم و 15 مهر دوباره منو به زندان برگردوندن. در یک محیط بسیار آلوده کثیف بودم تا 22 مهر و 22 مهر منو دوباره به بیمارستان قائم آوردن و دیروز 6:30 بعد از ظهر خانوادم پیگیر بودم برای توقف حکم که بتونم درمان بشم. 6:30 بعد از ظهر عمال جمهوری اسلامی و نوکرای علی خامنه‌ای یک بلافاصله من رو رها کردن و رفتن و از 6 مهر که برادران بازداشت شدن خیلی از نظر روانی به من فشار وارد شد و خیلی ناراحت و نگرانم و از همه هممیهنان سپاسگزارم، به خصوص شاهزاده رضا پهلوی که پیگیر بودن برای حال من و 22 مهر که تولد شهبانو فرح مادر ایران زمین رو تبریک میگم و از همه هممیهنان سپاسگزارم و حمله حماس رو به اسرائیل محکوم میکنم و با صدای رسا میگم ملت ایران در کنار ملت اسرائیل هستیم و عمال جمهوری اسلامی بیت المال ایران رو صرف خرج گلوله میکنن و اسرائیل رو میکوبن. ما ملت ایران نه جنگ میخواییم و نه کشتار عزیزان و مردم بیدفاع. من باز هم محکوم میکنم علی خامنه ای از روزی که روی کار اومدن جمهوری اسلامی خاورمیانه روی آرامش ندید. امیدوارم در این طوفان الاقصایی که راه انداختن پرونده اینا بسته بشه انشاءالله. واقعا درود به خانم سپهری عزیز که واقعا این چنین ایستادن. بینندگان عزیز، در قسمت پایانی برنامه دوست داشتم از 3 زندانی صحبت کنم که همین دیروز احضاریه‌ای رو براشون فرستادن، احضاریه‌ای که توسط تاریان بازپرس شعبه 2 ناحیه 33 دادسرای اوین برای 3 بانوی دیگر، خانم زهره سرو، همینطور خانم شکیلا منفرد و همینطور خانم فائزه هاشمی، براشون صادر شده. یعنی حکمی که در همین هفته، باید این رو اضافه کنم که این احضاریه به دلیل بیانیه نه به اعدامی که سال گذشته این عزیزان براشون اعلامیه بیانیه داده بودن، در واقع احضار این 3 تن
به خاطر بیانیه‌ای که در اردیبهشت ماه برای نائب اعدام داده بودند. و یکی از کارها و ترفندهایی که رژیم جمهوری اسلامی میزنه و در اینجا هم میبینیم این کارو کرده، سه نفر رو جدا جدا احضار میکنه، ساعت‌های متفاوتی که نتونن با هم یک وکیل یا مشکلاتشون رو بتونن یک دفعه بیان کنن و بتونن اینها رو یه مقدار بیشتر اذیت کنن. در صورت احضار این ستن در روز در یک شنبه پیش، یعنی در واقع دیروز براشون فرستاده شده و فردا اینها رو احضار کردن به دادسرای اوین. من فقط به طور خلاصه بگم که خانم زهره سرو جزء کسانی هستن که فعالین سیاسی هستن که چند پیش بابت اتهام تبلیغ علیه نظام ایشون رو بازداشت کردن، به 7 سال زندان محکومشون کردن. خانم شکیلا منفرد جزء فعالان مدنی و زندانیان سیاسی هستن که به اتهام پادشاهی خواهی این عزیز رو بازداشت کردن. هاشم رفسنجانی هم که همگی با او آشنا هستید، دختر رفسنجانی است و جزء در واقع میشه گفت، حالا درست دختر رفسنجانیه ولی من بارها گفتم که بالاخره او هم بسیار فعالیت کرده و خیلی سالها در زندان بوده و نمیتونیم بی تفاوت واقعا اینطوری بگذاریم. بینندگان عزیز، در پایان برنامه از دانشگاه ها دوست داشتم بگم و اینکه اخیراً دانشجویان دختر دانشگاه علامه تحت فشار حراست و لباس شخصی ها و اینی که دیروز تهدید شدن و حالا اونها هم دست به اعتراض هم زدن. اعتصاب قضای دانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز هم همچنان ادامه دارد به دلیل کیفیت بد قضا و ظروف ها و اینکه اینها قضا رو ول کردن. مدارس همچنان مشکلات خودش رو داره. وضعیت اسفناک هفته چهارم از فرند رو با هم یک کوتاهش رو میبینیم که 4 روز از مدرسه میگذره ولی همچنان بچه ها معلم ندارن. نگاه کنید به این قسمت. هفته چهارم از مهر هنوز معلم ندارن. مدرسه نو توی شهر پرند به حساب تحویل دادم. بینندگان عزیز، برنامه من هم در این قسمت به پایان میرسد. با تشکر از آقای اسی عزیزم در اتاق فرمان و شما بینندگانی که نشستید این دقایق رو با من بودید. نمیتونیم برنامه رو به پایان برسونیم و باز یادی از آرمیتا نکنیم. آرمیتا رو فراموش نکنیم. آرمیتایی که امروز هنوز معلوم نیست در چه وضعیته و در کجاست و از پدر و مادر آرمیتا خواستن که تعهد گرفتن از هیچ فرد و سازمانی شکایت نکند. صدای Zolim